بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا ربي الله ومن قلبي علت والدهر كده من ملها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتي. امروز برنامجي كان فرنسي تحت عنوان اخلاقي طبيب دارم اینو پیش میبره. از اینکه ما کمی نواش را گیروار بود معذرت ما را قبول کنید و خواهیل قرار نمیگیرم و ساز وقت بیتیم که شروع کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دکتر صاحبای محترم، اگرچه دوست از ما تقاضا کردن که درباره اخلاق طبیب صحبت بکنم، لکن بحثی که ما دارم اصلا یکی چقدر باز ما میتونیم او را دوام بدیم. زیادتر سر از این است که طبیب مسلمان وجایب و مسئولیت ها داره. این وجایب و مسئولیت های از اینا تعلق میگیره به عقیده، از اینا تعلق میگیره به اخلاق، از اینا تعلق میگیره به ای که ایماندار هستن و من حیث یک مؤمن خودش باید یک دعوتگر مسلمان باشه. و همچنان بحث دیگه که زیادتر ما چون موساد 15 شرایط پانتون کابل هستم، در مسائل قانونی بعضی از اشتباهات و حتی مسائل است که مربوط میشه به گناه ها و جنایت ها در طب. و یکی از قواعدی است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگفت که یک طبیب مسلمان یا یک انسان مسلمان ولو که در هر رشته باشه، او حق نداره که در رشته کارش رو بکنه تا وقتی که در رشته از دیدگاه اسلام احکام فقهی از او را نفهمه. به این خاطر در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای تجاری که احکام تجارت اسلامی را نمیفهمید، برای او اجازه نمیدادن که تجارت بکنه، به خاطر از اینکه حتما میگفتی به سود یا به حرام مبتلا میشه. به این شکل زیادتر ما از دیدگاه اسلامی و در طب اسلامی که در تمدن اسلام یا اسلامیک سیویلایزیشن در اینجا وقتی که دکترای طب بودن، طبابت تعهد با الله و مسئولیت با مخلوقات است. یعنی یک طبیب مسلمان وقتی که وظیفه خود شروع میکنه یک انسان متعهد با الله است. به خاطر از اینکه وظیفه طب مثل دیگر رشته ها واری یک مسلک عادی نیست، بلکه 24 ساعت با ارزشترین مخلوقی که الله جل جلاله را خلیفه خود در روی زمین تعیین کرده، این جاعل فی الارض خلیفه و انسان خلیفه الله در روی زمین هست و مخلوق با کرامتی که ولقد کرمنا بنی آدم، الله جل جلاله مخلوق با کرامتی را در زیر دست ازی و در میز لابراتوار ازی قرار داده و این سرزی انسان با کرامت 24 ساعت با او مصروف است برای نجات از او. به این خاطر اگر کسی من قتل در چیز است که اگر یک کسی یک کسی را قتل میکنه مثل که تمام انسانها را قتل کرده باشه. از این خاطر یک طبیب مسلمان وقتی که واژه‌ش است که ما از دو واژه‌ای داره که یکی طبیب است و دیگیش مسلمان هست. پس از این خاطر که قبلا خدمتتون عرض کردم که خود طب چی است؟ تعهد با الله است. پس انسان طبیب مسلمان با خدای خود متعهد است که من این مسلک خودم نیست یک عبادت پیش میبرم. یعنی طب از دیدگاه اسلام یک عبادت است.
و وقتی که انسان در عبادت می باشه ما مثلا نماز چه قسم می خوانیم؟ ان تعبد ربک کانک تراه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که حضرت جبریل امین از پیش پرسان کرد که احسان چی هست، گفت که شما عبادت بکنین پروردگارتان کانک تراه، مثل که او را می بینیم. پس وقتی که انسان در مقابل یک مخلوق استاد می شه، معیارهای اخلاقی را در نظر می گیره که چقدر متوجه باشه در ساحات طبی. وقتی که دکتر مسلمان در عبادت است، پس 24 ساعت مراقب اول خود الله جل جلاله را میدانه. این عقیده اش است و جزء اساس عقیده اش است. از این خاطر طب تعهد است با الله جل جلاله و مسئولیت است در مقابل مخلوقات. به این خاطر پس دکتر مسلمان تا وقتی در مقابل الله جل جلاله مسئول است و نمیتونه وظیفه خود به شکل درست انجام بده، تا ای که احکام فقهی اسلامی را من ایسی یک مسلمان مسئولیت های اعتقادی، مسئولیت های اخلاقی، مسئولیت های دعوتی و مسئولیت های جنایی خود نفهمه که در کدام حالاتی گناهکار میشه، در کدام حالات است که بعضی حالات است انسان کافر میشه، بعضی حالات است که انسان مثلا به گناه کبیره مبتلا میشه، بعضی حالات است که ای به قتل مبتلا میشه، بعضی حالات است که ما در طب جنایی یا طب عدلی وقتی که میخوایم در حالاتی است که دکتر حتی به زنا، درست از زنا بازور تقسیم کردن که یکی زنا به شکل قدیمی بوده و یکی زناهایی که امروز از طریق انتقال القای مصنوعی میشه و بسیاری وقتا در رحم یک خانم مثلا سپرم های یک انسانی که اجنبی است یا شوهر از اون صورت انتقال میده. اینی مسائل است که دانستن تمام از یا وقت میتونه یک طبیب مسلمان منعیس یک مسلمان متعهد با پروردگار خود وظیفه خود انجام بده که این نقاط دقیق در نظر داشته باشه. به این خاطر بحث را که من خدمت شما دوستا گرفتیم تقریبا این را فصل بندی کردیم که تا چه اندازه من میتونم را خدمتان تقدیم بکنم، تقدیم میکنم. دگارایش هم مثلا میشه باز استادای محترم دیگه براتون تشریح بکنن. اول بحث مقدماتی که در اسلام طبیب و شناخت طبیب مسلمان و اهمیت صحت و شناخت علم طب در جامعه، این نکات مهم است. سر از یک بحث میکنیم. بحث اول باز فصل اول سر وجایب و مسئولیت هاست که چی مسئولیت های یک طبیب مسلمان داره، مسئولیت های اعتقادی چی است، مسئولیت های دعوتی چی است، مسئولیت های اخلاقی چی است و مسئولیت های جنایی از چی است. فصل دومش صلاحیت هایی که یک طبیب مسلمان در چی چوکات، من چون یک کتاب نوشته کردیم سر از کتاب کار میکنم خلاص هنوز نشده، و صلاحیت هایی که یک طبیب مسلمان تا چی اندازه صلاحیت داره، یعنی یک طبیب مسلمان با یک طبیب عادی تفاوت میکنه. درست است مثلا بعضی کشورها هست قوانینش بر از اونها در بعضی کشورها اجازه میده اجهاض بکنن یا یعنی سخت جنین بکنن، لکن آیا این سخت جنین و اجهاض یک طبیب مسلمان اینه میتونه و در کدام چوکات میتونه اینه انجام بده؟ بسیاری مسائل است که طبیب نمیتونه در بسیاری حالات قلم خودمتو هر قسمی که دلش شد کش بکنه و یا مثلا به هر شکلی که خاص عملیات های خود انجام بده، بلکه داخل یک چوکات اسلامی است که در بعضی حالات میتونه در بعضی حالات نمیتونه، صلاحیتایش است. مثلا وقتی که ما پیش یک در هندوستان به یک طبیب میریم به یک دکتر، او حق داره که از یک مریض هر قسم استفاده جویی بکنه. آیا یک مسلمان در یک چوکاتی هست که مثلا مریضی که در مقابل از این قرار داره و مسکین است و به هلاکت میرسه و این در مثل یک هندو را نمیتونه در قسمت مادیات فکر بکنه و بشبوه که اگر تو دلک کلدار میتی بر عملیات میکنم و اگر دلک کلدار نداشته باشی برو بخیر بمر، اما طبیب مسلمان باز در چوکات صلاحیت خود که چقدر میتونه اجره بگیره، در کدام شرایط مثلا ای باید اجره گرفته نمیتونه و آیا زندگی یک مریض بر ازی ارزش داره و یا منفعت شخصی ازی، یک فصل است که صرف صلاحیت های طبیب. بسیاری وقتا مثلا شهادت زور از گناه کبیره هست که یک ما مثلا از محکمه یک سارنوال برای یک طبیب روان میکنه یک سند را که مطابق احکام از او سر یک نفر حکم قتل میشه و این طبیب مثلا قاتل برش نشته میکنه که این بیگناه هست و این خون از این نیست و این جنایتی نکرده، در مقابل از او محکمه یک انسان بیگناه دیگه را به دار میکشانه. پس اینی مسائلی است که
حدود صلاحیت های خود یک طبیب مسلمان مطابق احکام اسلامی درک بکنه تا ای که بتونه خود حفظ بکنه. به این خاطر من در اول گفتم که حضرت عمر رضی الله عنه و فقهای اسلامی را میگن که وقتی یک کس یک رشته را پیش میبره، فهمیدن احکام از اون رشته سرش فرض میشه. مثلا وقتی که انسان نماز میخونه، فهمیدن احکام نماز سر از او فرض است. و اگر یک نفر میخواد که به حج بره، فهمیدن احکام حج بالای از او فرض است. بنابراین اگر یک نفر تجارت میکنه، فهمیدن احکام تجارت بالای از او فرض است که باید بفهمه. و یک کسی که در بخش صحی و در صحت عامه و در طب کار میکنه، یا دکتر است یا نرس است، متخصص است، اینا در امور رشته خود مطابق اسلام اگر احکامش فهمیدن سرش فرض عین است، و اگر نمیفهمه در مقابل الله جل جلاله در روز قیامت محاسبه میشه. از این خاطر من تشکر میکنم از دکتر صاحب عبدالله، رئیس صاحب از این شفاخانه، و از شما دوستای عزیزی که الحمدلله در کشور ما یک نوع بیداری هست. مردم بیدار شدن. روز به روز ما جلسات همراه دکترها داریم، همراه انجینیرها داریم، همراه متخصصین، پروفسورها، همراه محصلین، و در هر بخش اینا کوشش میکنن که احکام دین بفهمه. یک نوع بیداری هست در کشور ما، در حالی که در گذشته ها شاید یک کس 30 سال در یک رشته کار میکرد و بسیاری از احکام برش نامعلوم بود. و فصل سومی که در بحث خود ما او را جا دادیم، فقه طب و طبابت است در کشورهای عربی. چون ما در کشورهای عربی تقریبا 7 سال تحصیل کردیم، و اونجا ما وقتی سر بحث طب می شد، دکشنری های بسیار کلان است به نام دکشنری طبابت. یکی دکشنری های طب است از نگاه مسلک طبی هست که مثلا درباره اناتومی یا فیزیولوژی انسان یک کس مطابق رشته خود بحث کردن، و یکی مسئله فقه طبابت بود که دکشنری های کلان هست که تمام احکام طب به شکل یک دکشنری بسیار بزرگی که پیش ما بود، و حتی من خواستم که در این کتاب خود از زیاد استفاده کنم که در اونجا در بسیاری مسائل طبی دوستای عزیز عالم اسلامی حق نداره فتوا بده، حق نداره. من بسیاری وقتا وقتی سوال میکنه در یک کسی براش جواب نمیتم. بسیاری از احکام است دکتر هم حق نداره، و دکتر طب هم حق نداره، و دکتر اسلامی هم حق نداره، ولو که دکترا در فقه داشته باشه. هر دوی از اینا حق ندارن که در یک مسئله حکم بکنن تا وقتی که یک کمیته متشکل از چند تن از متخصصین طب با چند تن از متخصصین فقه اسلامی با هم شیشته اینا او را قناعت بتن که مثلا در مسئله سقط جنین نمیتونه یک کس برای تلفن بگه که آه میتونه، دکتر صاحب بگه که آه مشکل نیست، اینه برای من گفته یا 4 ماه یا 3 ماه یا چطور است، یا مثلا طفل است یا چه. نخیر، در حالاتی است که دکتر تصمیم گرفته نمیتونه، و اگر تصمیم تنهایی و منفردانه میگیره بدون مشوره یا فیصله امو کمیته، این دکتر به حساب در جمله جرایم جنایی همین چیزی ثبت میشه. و در بسیاری حالات است که مثلا وقتی که در کدام حدود ما میتونیم که بر یک خانمی که او فرزند تولد نمیکنه، ما تا چه اندازه میتونیم که کدام چه قسم میتونیم که مثلا ما از طریق پچکاری و از طریق دیگه الخای مصنوعی بکنیم؟ آیا او مثل یک ایخو انسان است؟ ایخو انسان با کرامت است؟ ایخو نسب داره؟ از این خاطر یک بحثی از بحث های ما مربوط میشه به فقه طب و طبابت. اول مسئله شناخت طبیب مسلمان است. در مسئله شناخت طبیب مسلمان ما و شما خود میبینیم که در اینجا طبیب مسلمان دو مسئولیت داره. ببینید، یکی کلمه طبیب است و دیگهش مسلمان هست. پس وقتی که ما میگیم طبیب مسلمان، بعضی حالات است درست است ما قانون داریم به حساب صحت جهانی، دیگه او قانونه که سازمان صحت جهانی World Health Program وقتی که سیستم دارم، بعضی اوقات که اونا هم رای ما بحث میکنن بعضی از نرمهای را برای یک طبیب گذاشته است، لکن بر علاوه از این باز کانفرانس کشورهای اسلامی و سازمان صحت جهانی اسلامی که است، اینا بعض سازمانهای جور شدن، باز اونا مکلفیتهای بیشتری را برای طبیب مسلمان، به خاطر از اینکه تنها طبیب نیست، او طبیب است و این طبیب مسلمان هست. پس مسئولیت هایی که مثلا چی داره؟
طبیب مسلمان یکی مسئولیت طبی داره من حیث مسلک رشته و تخصص خود، این مسئولیت داره که این یک طبیب غیر مسلمان همی مسئولیت ها را داره و بسیاری وقتا سازمان صحت جهانی و یا دیگر پروگرام ها میگن، اما مسئولیت دیگی که داره مسئولیت مسلمانی من حیث یک مسلمان یک طبیب چی مسئولیت هایی داره. به این خاطر اگر نرم هایی را که یک طبیب غیر مسلمان من حیث یک انسان پیش میبره، پس یک طبیب مسلمان من حیث یک انسان مسلمان من حیث احکام، یک طبیب میگه من انسانیتم است، من انسان هستم، باید برای یک انسان خدمت بکنم و او را تداوی بکنم، لکن طبیب مسلمان میگه نه خیر، من انسان هستم، انسان مسلمان هستم. پس در بسیاری حالات طبیب مسلمان خود در خطر میپرده تا که مریض نجات بده. در بعضی حالات هست که قربانی میته طبیب مسلمان تا یک کس دیگه را نجات بده، به خاطر از اینکه او میفهمه که من تنها انسان نیستم بلکه من یک مسلمانی هستم که او کلمه مسلمان فراتر است از کلمه یک انسان عادی، از این خاطر مسئولیت از اینا بیشتر است. در مسئله صحت وقتی که بحث میشه همین قسم، وقتی ما از دیدگاه اسلام بحث میکنیم، در اسلام خود صحت مفهوم متکامل داره که در اونجا صحت نفسی هست، صحت جسمی هست و صحت اجتماعی هست. صحت جسمی طبعاً تمام دکترها در این قسمت دکتر صاحبا که مسلمان یا غیر مسلمان هست در پیش از اونها صحت جسمی هست، لیکن انسان مسلمان در پالوی ازی که یک مریض خود از نگاه جسمی تداوی میکنه، از نگاه نفسی و روحی هم او را معالجه میکنه. مثلا دکتر غیر مسلمان برای مریض خود میگه که بعد از چای صبح این تابلیت را بخور، بعد از نان چاشتی را بخور و بعد از غذای شبی را بخور. من یک دکتر صاحب مسلمان متدین دعوتگر بود، او برای من گفت من وقت به خاطر از اینکه مسلمان هستم برای مریض خود میگم بعد از نماز صبحی را دوا را بخور، بعد از نماز پیشینی را بخور، بعد از نماز خفتن بخور، به خاطر از اینکه مریض غیر مستقیم برش دعوت شوه از دیدگاه اسلامی که تو متوجه نماز خود هم باشه. به این خاطر فرق میکنه اصطلاحات طبیب مسلمان با اصطلاحاتی که یک طبیب غیر مسلمان استعمال میکنه. توصیه این توصیه هست لیکن اهداف فرق میکنه. یک چیز دیگه که بسیار متوجه از او دکترهای مسلمان ما باشه که بسیاری وقتا دشمنای اسلام برای دکترهای مسلمانی رو میگن که شما وقتی که در وظیفه مقدس طب هستین شما باید دینتان با مسلکتان خلط نکنین، در حالی که شما میبینین که اونجا شفاخانه‌ای هست تحت شعار صلیب سرخ، پس وقتی که او رید کرایسیس، وقتی که او با امو صلیب شفاخانه جور میکنه برای خود، این حق میتن، چرا یک طبیب مسلمان مانع میشه که اونجا دین و عقیده و عبادت خود در این قسمت داخل نکنه؟ پس طبیب مسلمان در عین حالتی که مریض خود از نگاه جسمی تداوی میکنه، از نگاه اخلاقی و روحی و رزو اما تو یک انگیزه میده که من یک طبیب مسلمان هستم، من به همراه تو هستم، تشویش نداشته باش، من همکار تو هستم. چرا؟ ای که من تو را تداوی میکنم از نگاه جسمی، ای وظیفه مسلکی من هست، اما ای که من تو را راحت فکری برات میدم، آرامش خاطر برات میدم، از این خاطر در بخش سایکولوژی وقتی که امراض همکاری میکنه، این وظیفه و مکلفیت اسلامی از او هست که مریض خود به حالت قرار نمیده که او در ترس باشه، در لرز باشه، حتی در سر چیز. و همین که پیغمبر سمه که اگر یک کس دست خود سر یک یتیم تیر میکنه، به مو اندازه موهای از او یتیم بر انسان ثواب داده میشه. چرا؟ چون او مریض یتیم که از بیچاره در حالت است که پدر نداره و بسیار در حالت روانی خراب قرار داره و مریض از او که از یتیم که خطرناکتر است، مریض بیچاره که است در امید که افتاده دیگه، امیدش از همه چیز است، امیدش به الله جل جلاله و این بنده الله که این طبیب مسلمان است. از این خاطر صحت در اسلام که است در پالوی صحت جسمی، صحت نفسی است که ما روانن مریض خود یک مسلمان آرامش روانی داشته باشه. بزرگترین پروفسورهای جهان میگن که وقتی ما سایکولوژی اسلامی را میخواندیم، یک پروفسور غیر مسلمان میگفت که هر قدر معیار دیانت بلند بره، به مو اندازه صحت روانی آرامش روحی برای انسان زیادتر داده میشه و این کار طبیب مسلمان کرده میتونه که مریض خود در پالوی ازی که صحت جسمی برش میتن، صحت روانی را هم برش میتن. مسئله سوم که از صحت اجتماعی است، ما تنها از نگاه صحی نیست که ما طب روانی و طب مثلا معالجوی داشته باشیم که مریضا را ما طب داخله
شده در اسلام که است، طب سومی است که متاسفانه در جامعه ما بسیار کم است. او طب صحت اجتماعی است، طب است که ما جامعه را چه قسم تداوی بکنیم، چه قسم همی که محیط زیست باید صفا باشه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الایمان و بدون و سبعون شعبه، ایمان 70 چند بخش داره، مثل که شما در پوانتون خوانین 70 چند مضمون، اسلام هم 70 چند مضمون داره که فافضلها قول لا اله الا الله، که بلندترینش گفتن لا اله الا الله، و ادناها اماته الاذى عن الطريق، و میگه که یکی از شاخه های ایمان که از چی است؟ دور کردن یک چیز مضر از راه است که این سیستم محیط زیست یا صحت جامعه است. در طب اسلامی که او را مثلا ما صحت به شکل اجتماعی و به شکل سوشیال هلس میگن که ما جامعه خود را، محیط زیست خود را چه قسم تداوی بکنیم. از این خاطر در اسلام 95% طب وقایوی هست به خاطر درمان جامعه. زنا چرا حرام است؟ به خاطر از اینکه امروز شما متخصصین میفهمین که HIV چرا نشر شده. اسلام 14 قرن قبل به خاطر از بین بردن، امروز در 2007 شما World Health Program، امیر شما اگر گزارش پیدا بکنید، در 2007 نشته کرده بودن که 55 میلیون، یعنی 55 میلیون مبتلا به HIV هستند. و اگر شما تصور بکنید 10 سال پیش در افغانستان HIV اصلا وجود نداشت، مرض ایدز، لیکن 10 سال شروع شده. علتش چی است؟ علتش چی است که جامعه ما مریض شده میره روز به روز. بسیاری از مریضایی که از خارج میان و اینجا در داخل بسیاری از ویروس ها و بعضی چیزها رو اینجا انتقال میتن، که این وظیفه یک طبیب مسلمان است که هم از نگاه جسمی، هم از نگاه نفسی و روانی و هم از نگاه اجتماعی باید در این قسمت و این وظیفه مکلفیت اسلامی ما هست که تنها این نیست که یک کس مریض شه و باز ما او رو سر میز خدا آورده و اینجا شانده و بالاخره عملیات بکنیم، بلکه طبیب مسلمان قبل از اینکه مریض میشه طبیب قایوی هست که اسلام بسیاری احکامش، چرا زنا حرام است، چرا شراب حرام است، چرا بسیاری از جنایات و گناه های حرام است، اینو ما بسیاری وقتا نمیفهمیم. اینو شما خوبتر تشریح کرده میتونید که ضرر های زنا در جامعه چی است، ضرر شراب در جامعه چی است، ضرری که مثلا در فرانسه یک وقتی قانون گذاشتن گفتن شراب باید عادی باشه، لکن در ختم سال وقتی گزارش آمد که به میلیون ها انسان با تکر، با جنگ، با چیز به سبب شراب و نشه و گپا از بین رفته، در پالوی ازی که بعضی از سرطان های خطرناکی که از بعضی از دواها، از بعضی از امی الکل ها به وجود می آیم. این بود بخش اول بحث ما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نقطه دیگه که دو دکتر صاحبای محترم سرش تمرکز بکنن، حکم خود حکم طب است از دیدگاه اسلام و حکم علوم دیگه هست. اولی است که ما حکم تعلیم علوم به صورت کامل و از جمله حکم علم طب بفهمیم، دوم حکم اختیار رشته و تخصص است، و سومش حکم موجودیت رشته ها و پیشه ها هست. در قسمت علوم دوستای عزیز، متاسفانه چون ما زیادتر مسلمان ها از دیدگاه اسلامی و از دیدگاهی که متخصصین ما او را تشریح کرده بسیاری وقتا نمیفهمیم. بعضی دشمن های اسلام وقتی که ما سر علم صحبت میکنیم، اونا زیادتر تمرکز میکنن که مسلمان ها وقتی که سر علم صحبت میکنن تنها از علوم اسلامی را بحث میکنن، در حالی که وقتی ما درباره علم صحبت میکنیم تمام علوم است، علوم ساینسی، علوم طبی هست و علوم اجتماعی است و تمام علوم است تا تکنولوژی هست. به این خاطر قاعده ای که در اسلام هست که علوم تقسیم کردن که بعضی از علوم است که اونا فرض عین هستن، بعضی از علوم است که فرض کفایی هستن، بعضی علوم دیگه است که اونا واجب چیز مستحب هستن و برشون اشتباه شده، و بعضی علوم دیگه است که حرام هستن. پس انسان مسلمان قبل از اینکه درباره رشته خود صحبت میکنه و میخواد که بفهمه که من چقدر مسئولیت دارم و یا ای که مثلا ارزش و صلاحیت من در پیش الله جل جلاله چی است، وقتی که انسان از این تقسیم بندی با خبر باشه که بعض علوم فرض عین است. کدام علوم فرض عین است؟ علومی که انسان مسلمان بتونه 24 ساعت زندگی خود مطابق قرآن و سنت سپری بکنه، عقیده خود، اخلاق خود، معامله خود، احکام خود و تخصص خود مطابق قرآن و سنت پیش بره، ای بالای هر مسلمان فرض عین است. از این خاطر وقتی که شما احکام طب از دیدگاه اسلام میخواین، این یک مثلا نیست که ما یک کنفرانس عادی داشته باشیم، بلکه شما ادای یک فرض میکنین. این فرض عین است. در غیر از او در فرض عین حکمش است که اگر یک انسان ترک میکنه گناهکار میشه. پس از این خاطر از دیدگاه اسلام علومی که انسان، معارف اسلامی به اندازه که انسان بتونه 24 ساعت مطابق قرآن و سنت
عقیده خود جور بکنم، اخلاق خود بسازم، معامله خود بسازم، رشته و مسلک خود پیش برم، معاملات تجارتی و سیاسی و اقتصادی بکنم، فهمیدن اینمه قدر ای اندازه رو علما میگن، نه به شکل تخصصیش بلکه به شکل ثقافتیش یعنی فرهنگیش که آدم بفهمه، ای بالای هر مسلمان فرض عین است که باید بفهمه، این فرض ما هست. دوم علوم دیگه هستن که اونا فرض کفایی هستن. این یک قاعده داره که تمام علومی که برای یک جامعه اسلامی بر ضرورت است و بدون از او جامعه پیش نمیره، این علوم بالای تمام مسلمان ها فرض کفایی است و حکم طب فرض کفایی است، انجینری فرض کفایی است، شرایط فرض کفایی است، اقتصاد فرض کفایی است، ژورنالیسم فرض کفایی است، کامپیوتر ساینس فرض کفایی است، علوم اجتماعی، کل از اینا فرض کفایی هستند. و حکم فرض کفایی چی است؟ که اگر هیچ کسی در یک جامعه رو انجام نمیده کلگی گناهکار میشن. پس ما مجبور هستیم که این رشته های مختلف در جامعه خود داشته باشیم. باز در این قسمت یک نقطه دیگه هست در فرض کفایی که خصوصا در قسمت علوم، که اگر یک کسی یک رشته خاص از این فرضهای کفایی را اختیار میکنه، باز ای از بالای از گردن دیگه ساقط میشه، سر از اینا فرض عین میگرده. پس مسئله طب که از آل مثلا وقتی که شما رشته طب اختیار کردین، انال سر ما هم فرض کفایی بود. وقتی که شما یک تعداد این مسئولیت به دوشتان گرفتین، پوانتون طبی را به دوش گرفت، دکترای متخصصی را به دوش گرفتن، از بقیه افراد جامعه از اونا ساقط شد، ولی بالای شما باز این فرض کفایی به فرض عین مبدل شد. پس اینال وقتی که این قاعده رو انسان بفهمه، شما در جریان وظیفه تان در حقیقت مثل که نماز فرضی رو میخوانید. نماز صبح سر شما فرض عین است، نماز پیشین فرض عین است، ولی وظیفه‌ای که شما انجام میدین این هم جاگزین در این لحظه هم شما در انجام فرض عین هستین. به این خاطر میگه که دکتر مسلمان وقتی که در جریان وظیفه هست، این در حقیقت در عبادت الله جل جلاله است. از این خاطر میگه وقت در عبادت انسان باید چی باشه؟ محسن باشه. و وقتی که جبریل امین از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسان کرد که یا رسول الله مل احسان، و احسان چی است؟ گفت ان تعبد ربک کانک تراه، تو این قسم پروردگار عبادت بکنی مثل که میبینیش. فان لم تکن تراه، اگر شما او را دیدن نمیتونین، قصور از چشمای ماست که ما خالق خود را دیدن نمیتونیم، فانه یراک، پس خالق تو را در این لحظه که تو در عبادت هستی میبینه. پس وقتی که ما نماز میخوانیم با چی ادب در مقابل خالق ساده هستیم؟ چون در نماز معامله ما با خالق است و او ما را مراقبت میکنه، به این خاطر بسیار دقیق نماز میخوانیم. انال وقتی که یک دکتر مسلمان امی فرمول در وظیفه خود بفهمه که فان لم تکن تراه، اگر تو خالق دیده نمیتونی، فانه یراک، الله تو را میبینه 24 ساعت، او تو تحت مراقبت الهی هستی چون در عبادت هستی. هر لحظه که تو یک مریض تداوی میکنی، برای تو در حسنات تو حساب میشه و در حسنات فرضی تو، نه نفلی تو، نه مستحب و نه فلانی، او در حسنات فرضی تو محاسبه میشه، مثل که تو در حالت نماز باشی. و هر قدر این درستر و دقیقتر و خوبتر پیش از اینکه به طرف مریض سیل کنیم، یک مثلثی باید تشکیل بده. چه قسم مثلث تشکیل بده؟ ما طبیب مسلمان اول رابطه با خالق هست و بعد از رابطه از با این مریض من ارتباط دارم. از این خاطر به طرف مریض به عین حقارت نظر نکن، به این که تو یک امانت الهی در زیر دست تو هست و تو در این لحظه در عبادت الله جل جلاله هستی و یک فرض انجام میدی. از این خاطر ولو که تو 12 بجه شب میخیزی یک مریض معاینه میکنی، مثل که کسی که بخیزه تهجد بخونه و تو در این عبادت فرضی در مقابل الله جل جلاله قرار داری. از این خاطر این تقسیم بندی ها فهمیدنش به این خاطر بر انسان مهم است. سوم دیگه بعض عبادت هایی است که اونا مستحب هستن، یعنی وقتی که مثلا یک کسی آدم متخصص میخواد که اضافه از فهم تخصص خود بیشتر در او مثلا در یک رشته از لیسانس داره، اینا بالای مستحب است، حتی در بعضی حالات واجب و فرض میشه، در صورتی که مریض درست تداوی کردن نتونه. که یک دکتر ما باید پی اچ دی داشته باشه، ماستری داشته باشه، ام ای داشته باشه، ماستری و دکترا داشته باشه و تخصص داشته باشه، در صورتی که اینو نداشته باشه نمیتونه مریض درست برش خدمت بکنم. دسترسی به تکنولوژی جدیدی که مثلا آل برای یک طبیبی که مثلا در یک کشور دیگه میتونه که یک گرده یک کس را سنگ گرده را توسط یک شعاع از بین ببره و برعکس از یک دکتر موتو که میخیزه او را با امرای اونمو پنس خود را شکم از او را پاره میکنه و او را چیز میکنه. پس ای در اینجا مسئولیت داره پیش الله جل جلاله که تو چرا فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما باید از اهل تخصص هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ای تنها در قرآن نیست، در مسلک های
دیگه هم است. آیا کسایی که میفهمن و میتونن که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مریض خود درست‌تر جز کنن، تو وقت کوچیکم از رو پاره میکنی در حالی که امکانات ازی هست که او رو به شکل تداعی بکنی که او ضرر در آینده نداشته باشه. پس اینجا مسئولیت بزرگ در مقابل الله جل جلاله است. از این خاطر پیشرفت در علوم و زیاد خواندن در علوم زیادتر چیزی بسیاری وقتا بالا انسان واجب میشه و در صورتی که این حالت نباشه در این حالت باز بالا انسان مستحب است که انسان بیشتر در رشته خود مطالعه بکنه. از این خاطر یکی از وجایب دولت و حکومت همین هست که باید هر کتاب نوی که در طب چی میشه نو نوشته میشه در هر سر دنیا ای باید عاجل کمیسیونی وجود داشته باشه و ما از رئیس محترم شفاخانه که اینجا است و مسئولینشان تقاضا میکنم که باید هر کتابی که نوشته میشه عاجل ایره به دسترس دکترای ما قرار بدن تا که اینا بتونن که وسیله پیشرفته ایره در خدمت از اینا بگذارن تا که اینا بتونن که به اون شکل اسلامی و درستش وظیفه خود انجام بدن. بعضی علوم دیگه مثل حرام هستن، مثل علم سحر جادوگری این حرام است و بعضی ولو که اگر یک دکتر طب در نظرشی باشه ببینید بسیاری وقتا وقتی که ما بعض علوم میگیم که حرام میشه اگر یک دکتر متخصص مسلک خود در حرام استعمال میکنه این 24 ساعت در تحت غضب الهی است. شما ببینید بسیاری وقتا مسلک طب به خاطر از این مهم است. شما ببینید یک گرده یک طفلک 7 ساله را این قطع کردن و این دوباره نصب کردن بزنسمن یا یک تجار 70 ساله این انسان ها یادی کردن نمیتونه. علم اگر در دل زنت یاره شود، علمی که مطابق اساس اسلامی باشه او یار آدم است، انسان به اهدای فرض میگردانه. اما علم اگر در سر زنت ماری شوه، بسیاری دکتر صاحبا هستن متاسفانه که بعضی کارهایی را میکنن که جنایت از اینا بسیار بزرگتر است، به می اندازه که وظیفه بسیار مقدس شد، به می اندازه که عمل انسان در فرایض قرار گرفت، برعکس از این گناهی از این باز بیشتر میشه. یک صحابی مبارک است، او را ما خوانیم در حرم شریف، گفت حرم شریف نماز خواندن یک رکاتش به اندازه یک لگ رکات است. بعضی صحابی مبارک چی کرده بود؟ گفته بود که من از ترس در این خط حرم برای خود خانه جور کرده بود، نماز خودم میامد در حرم شریف میخوان، باز وقتی که زندگی میکرد خارج از حرم زندگی میکرد. پرسان کردن چرا؟ گفت به مو اندازه که در حرم شریف نماز زیاد ثواب داره، عبادت ثواب بیشتر داره، به مو اندازه گناه کردن در حرم شریف گناهش بیشتر است. از این خاطر هر قدر رشته مقدس شوه، مسلک زیادتر مقدس باشه، رشته انسان هر قدر ارزش زیاد داشته باشه، الله بر از او اهل زو تخصص ارزش داده باشه، به مو اندازه که او انسان ارزش بیشتر داره، وقتی که او منفی استعمال میکنه به مو اندازه گناهش بیشتر است. پس وقتی که جنایتی صورت میگیره، یک اختطافچی یک طفل 7 ساله را اختطاف میکنه، او را نمیتونه او اختطافگر که گردی از او را بکشه و برای کس دیگه نصب بکنه، این یک عالم ساینس میکنه، یک دکتر طب میکنه که متاسفانه علم از او در سر زنه برش مار گشتن و در روز قیامت در مقابل هر عملیات خود اونجا محاسبه میشن. به این خاطر علما گفته علومی که به ضرر بشریت است و انسان به هلاکت میبره این حرام است و ناروا است و باید دکتر مسلمان مسلک خود در حرام بسیار حرام برآمدن. بسیاری وقتا عمل بسیاری مردم ما و شما هندوستان میره خانم خود میبره پس میگه پچکاری کردم صاحب طفل شد، القای مصنوعی برش کردن، همین نطفی را که دکتر برای ازی تزریق کرده، این در حقیقت این دکتر در زنا هست و حکم هزی حکم زانی هست به خاطر ازی که امو اسپرم انسان غیر مسلمان با اوام ازی یک جای کرده و بالاخره یک زن مسلمان باردار از یک نطفه یک هندو ساخته یا از یک نطفه اجنبی ساخته، پس این خودش در زنا داخل است در قاعده فقهی طب اسلامی. اینال وقتی که بحث کردیم سر مسئولیت های طبیب مسلمان، مسئولیت های طبیب مسلمان بعضی مسئولیت ها مسئولیت های اعتقادی داره، بعضی مسئولیت هاش مسئولیت های اخلاقی هست و بعضی مسئولیت هاش دعوی هست. مسئولیت های اعتقادی هست که ما من هست یک مسلمان در مقابل ذات ذوالجلال، در مقابل قرآن عظیم شان، در مقابل ازی که من هست یک دکتر مسلمان از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، ما چی مسئولیت دارم؟ این مسئولیت های اعتقادی هست که بعضی از آداب اعتقادی هست که باید دکتر مسلمان در نظر داشته باشن. مسئله دیگهش مسئولیت های اخلاقی هست که اخلاق طب، اخلاقی که مثلا یکی اخلاق عادی هست که یک انسان عادی می داشته باشه، میگه یک وقت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از یک راه تیر میشد، وقتی که از راه تیر میشد یک طفلک خورد، اموج آب زیاد بود، آبای کثیف بود، امام بر از او گفت که بچه‌م احتیاط تو که نفتی. میگه طفلک بسیار طفلک با دانش بود، برش گفت که یا امام اگه من افتادم خودم میفتم، تو ایتیاد کو، اگه تو بیفتی
کل دنیا کتت مفته بسته جامعه را تو چپه میکنی به فساد میکشانی. تو ایتیاد که من یک فرد هستم، اینال اخلاقی که یک انسان غیر طبیب داره درست است، اگه او بد اخلاقی میکنه بد اخلاقی از او شاید یک ضربه بسیار کوچک برسانه، اما وقتی که یک طبیب مسلمان مسائل اخلاقی اسلامی را در نظر نگیره، یک نفر از به اکسیژن نیاز داره و این دکتر برش میگه برو بخیر من بیکار نیستم، تا وقتی که به شفاخانه دیگه میرسم مریض در وسط را از کمبود اکسیژن ای به هلاکت میرسه. این در جمله قاتل است. و اگر دوستی از این همین فامیل از این مریض به محکمه ایره پیشه و در محکمه برن و قاضی سر از این حکم میکنه که ما در این ساعت مریض بردیم و اونجا در حال که امکاناتی وجود داشت، درست است که شاید تو نتونی که بر از این تداوی بکنی، لکن کمک های اولی اخلاقی اسلامی که حداقل او را از مرگ نجات بده ایره خود میتونه. درست است مثلا در بعضی از شفاخانه هست که اینا مثلا بخش های ندارن که یا مریض تداوی بکنن، لکن میتونه حداقل مریضی که در حالت وخیم است که میفهمم پنج رقبات یا ده رقبات من دکتر هستم میفهم. از این خاطر این مسئله که انسان ارتباط داره، ما گفتیم این دکتر مسلمان مثلا نیست که من چه قسم اولیای مریض قناعت بتم یا مریض قناعت بتم، بلکه من چطور میتونم خالق ذوالجلال قناعت بتم در روز قیامت که من قاتل از این نفر نیستم. از این خاطر او خود میفهمه الله جل جلاله حضرت لقمان یک حکیم است. طبیبار اکثرا حکیم میگن، دکترای طب در بسیاری از کشورها حکیم میگن، دانشمند میگن. میگه ای برش گفت که یا بنی ای پسرا که من ببینین حکمت، برش گفت که یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل، اگر به اندازه یک مثقال ذره یک دانه سپند در کجا باشه، در یک جای باشه، در آسمان ها باشه یا در زمین باشه یا در زمین در بین یک سنگ بسیار بزرگی که او را کشیده نتونن، یعتی به الله، الله او را کشف میکنه. از این خاطر الله عالم الغیب است، چون عالم الغیب است او از غیب قلب تو میفهمه که تو مطابق رشتهت میفهمی که اینی مریضی ده که تو جواب دادی در نصف را تلف میشه. از این خاطر معاملی که با الله میکنه این مسئله است مربوط میشه به اخلاقیات طب که یک دکتر مسلمان در این قسمت توجه زیاد داشته باشه. سوم نقطه که بسیار مهم است که سر از او بحث خواهد کردیم، او مسئله مسئولیت های دعوتی است که یک طبیب مسلمان در پالوی ازی که مسلمان هست، پالوی ازی که دکتر است، این در پالویش مسلمان هست، هر لحظه زندگی ازی چون در عبادت الله هست. وقتی که انسان در عبادت الله بود، در نماز چی است؟ در نماز تمام اعضای بدن انسان که است مطابق احکام الله در حرکت میشه. چون من در نماز هستم، دستم مطابق احکام الله هست، چشمم کجا را سعیل بکنم، پایم کجا بگذارم، چه قسم پایین شوم، چه قسم بخیزم، چه قسم سرم بگذارم، کل هزی مسائل ما چون در عبادت هستم. وقتی که دکتر مسلمان در عبادت است، آل کلماتی که از زبان ازی خارج میشه، آیا ممکن است که تو در فرض باشی و از کلمات زشتی از زبان ازی خارج شود؟ بلکه هر کلمه ازی باید کلمات دعوتی باشه تا که مریض ازی وقتی که خارج میشه پیش یک دکتر مسلمان 15 روز یک مریض این پیشش بستری هست، در 15 روز میشه که عقیده از او عقیده توحید بسازه. از این خاطر بسیاری دکترای مسلمان هستن که در دنیا سبب شدن که بسیاری مردما را مسلمان ساختن. دکتر طب مسلمان یک بیدین مسلمان ساخته، به خاطر از اینکه بیدین به طرف از این مریض توجه نداشته، لکن این طبیب مسلمان تا صبح بالوی همین مریض مثل پایواز شیشته و از این مراقبت میکرده. وقتی که خسته گفته چرا این کار تو میکنی دکتر صاحب، گفت ما به خاطر از این میکنم که من مسلمان هستم و اگر تو بموری من در روز قیامت در مقابل الله محاسبه میشم. مریض خسته بهش گفته واقعا دین تو حق است و تو مسلمان هستی و کلمه تا بر ما بگو تا من کلمه بخونم. پس دکتر مسلمان میتونه که یک نفر از نگاه یک غیر مسلمان مسلمان بسازه، به خاطر از اینکه غیر مسلمان دکتر مسلمان به خاطر کرامت انسانیش که ولقد کرمنا بنی آدم هست او را تداوی میکنن و هیچ وقت با یک مریض مسلمان او را مقایسه نمیکنن، بلکه میگه دوش یک چیز است، من دکتر هستم بدون از اینکه مسلمان است یا غیر مسلمان است، او دین خودش، لکن من این وظیفه ایم است. از این خاطر دکتر مسلمان چون در عبادت است، در دعوت است، زبانش 24 ساعت مردم به طرف دین دعوت میکنن. پس در قسمت مسئله اعتقادی اول فهمیدن توحید بسیار مهم است بر دکترای مسلمان ما. توحید علما تقسیم کردن، توحید ربوبیت است که افعال الله جل جلاله است، توحید الوهیت است که اطاعت و قانون سازی الله و عبادت الله است، و توحید نامها و صفات الله جل جلاله است. ما تو تیزس مرور میکنم و ایران به خاطر ازی برتان میگم که میفهم شما میفهمین، ولی میگه و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، میگه شما یادشان بتین تا مسلمان ها حداقل اگر یادم داشته باشن به نفعشان است. اولی که در قسمت ربوبیت افعال الله جل جلاله است، باید ما
عقیده داشته باشیم به یگانگی الله جل جلاله در افعالش، افعالی است که الله سبحانه و تعالی افعال را به خود نسبت داده که باید افعالش به شکل توقیفی از قرآن و سنت شناخته شود. ببین خلق کردن فعل الله است. دکتر حق نداره که بگه من بر تو بچه میتم یا دختر میتم. این درست است که عقیده نداشته باشه، حتی لفظش باید جملات خود استعمال بکنن. ببین در قسمت کلمات در قرآن عظیم شان بسیار دقیق است. بعضی کسا میگه که والا پیش ما یک گپ است که من میزنم. خیر، در فم یعمل مثقال ذره، مثقال ذره گفته، کلمه ای که از زبان انسان خارج میشه. ببینید در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و آله یک تعداد مردم شیشته بودن، یک چند نفر اونجا مسلمان ها صحابه کرام بودن، یک چند نفر دیگه اونجا شیشته بودن، سه چهار نفر یهودی ها، یا میخواستن که با اصطلاحات منفی بر پیغمبر استعمال کنن. وقتی شما از نگاه دستور زبان عربی ببینید کلمه انظرنا و راعنا با هم بسیار مترادف و نزدیک هستند. انظرنا به طرف ما نظر کو، را اینا ما را مراعات بکو، لکن فیصدی بد اخلاقی در کلمه را اینا وجود دارن. از این خاطر اینا میخواستن که کلمه ای که در او یک فیصدی بد اخلاقی است برای پیغمبر استعمال بکنن. آیت قرآن آمد که لا تقولوا را اینا، ای مسلمانان شما را اینا نگوین مثل از یهودیای بی ادب و بد اخلاق واره، و کو لکن بوین انظرنا، نظر کو به طرف ما. به خاطر ازی که این اصطلاح شما با او اصطلاح، مسلمان باید 100% مؤدب باشن. از این خاطر یکی از افعال خلق کردن است که متاسفانه طبیبای غیر مسلمان بسیاری وقتا برای یک کس مریضی که پیش میگه من برات بچه میتم، چند میتی که من برات بچه بتم، چند میتی که من برات دختر بتم، در حالی که طبیب مسلمان میفهمه که خلق کننده الله خالق السماوات والارض است، او خلق است، الله او خلق کرده. از این خاطر در صفت خلق، در فعل، این توحید افعال میگن، در فعل خلق کردن با الله باید انسان خود با خالق چیز نکنه. از این خاطر اگر یک خانم یا یک مرد یا یک جوان یا یک دختر یا یک پسر پیش زیارت میره و برازو میگه که شاهد شمشیر بر ما بچه یا دختر بتین، در حقیقت شاهد شمشیر را شریک ساخته با الله در خلق کردنش. برای طبیب مسلمان این نقطه مهم است. از این خاطر من این بحث اعتقادی را خدمت شما تقدیم کردم. مسئله روزی دادن است. وقتی که الله یک کسی روزی میده، لکن ما تو مکلفیت داریم که در عالم اسباب زندگی میکنیم. یکی عالم اسباب است. دکتر مسلمان همیشه در عالم اسباب کار میکنه. طب حلال است به خاطری که در عالم اسباب است، اما اگر از عالم اسباب بالا شد، باز ما فوق اسباب او صلاحیت باز طبیب مسلمان نداره. از این خاطر طبیب مسلمان غذا توصیه میکنه، حتی وقتی که غذا خورده نمیتونه برش سیروم میده، چون در عالم اسباب است باید کار خدا بکنه. لکن باید بفهمه که روزی اصلی برای انسان الله جل جلاله است. تعیین رزق و روزی از طرف الله است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یک وقت یک کس در من انتقاد کرد، گفت استاد شما میگید و فی السماء رزقکم، در آسمان رزق. من گفتم من نمیگم، این رب الجلال میگه. او که گپ از آیات قرآن است. گفت مثلا من پولدار هستم، پیسه زیاد دارم، برای یک غریب گوشت این نشده و بر من گوشت این تعیین نشده باشم، من پیسه دارم میرم میخرم. من گفتم نه، شما اشتباه میکنین. وقتی که رزق تکمیل شد، باز دکتر برات میگه کلسترول داری، گوشت خورده نمیتونی. در حقیقت کلسترول یک بانه هست برای اینکه رزق تو تمام شدن، تو خورده نمیتونی. دیگه روز برات میگه که برنج هم نخور. دیگه از این خاطر بسیاری مردمای پولدار هستن که خوب پیسه زیاد دارن، لاک کل زندگی خود در شفتل و در سبزیجات سپری میکنن، گوشت خورده نمیتونن، برنج خورده نمیتونن. پس اون به خاطر از این است که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق از طرف الله تعیین است. پس از این خاطر ما برای مریض خود تا اندازه‌ای که میتونیم در قسمت رزق از او باید ببینیم که الله چقدر برای زو اجازه داده، و ما سعی و تلاش بکنیم که رزق یک نفر. بسیاری وقتا یک دکتر از بدون توجه یک نفر مسلمان هیچ مشکل نداره، بهش میگه ایره نخو، ایره نخو، ایره نخو، ایره نخو، یک مواد خبر میشی که نفر از کمبود مواد غذایی به هلاکت رسیده. و وقتی که یک دکتر دیگه میگه نه برادر، گپایت بر تو کدام مشکل نداشت، تو باید میخوردی. از این خاطر رزق الله را سر مخلوق الله نباید قطع بکنیم تا وقتی که متعهد نشیم که این سبب از این ضرر میشم. مسئله دیگه که از مسئله زنده کردن و میراندن است. الله زندگی میده برای یک کس، لیکن دکتر مسلمان مسئولیت داره مطابق مسلک خود زندگی یک انسان تا که میتونه این در توان خود نجات میده. ما تو خبر نداریم که نفر میمره یا نمیمره، این زنده بودن و مردن از او حجرش به دست خداوند است. لیکن ما تو مکلفیت داریم که در چوکاتی که کار میکنیم در زندگی انسان مسلمان باید سعی و تلاش خود داشته باشیم، ببخشیم در زندگی انسان ای که مسلمان باشه و غیر مسلمان. تصرف کردن، مالک متصرف الله هست. برای ما همین تصرفی را، علمی را که برای ما داده، باید ما شکرش بیشتر بکنیم. میگه یک کس
یک وقتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طواف میکرد در کعبه شریف، دید که یک آدم موسفید میگه اللهم اجعلنی من القلیل، پروردگار من از جمله همون مردم کم بگردانی. حضرت عمر بهش گفت که یا شیخ موسفید چی میگی، مرا کم کم بگردانی، این مکان است که با دعاهای دیگه بکن. گفت که تو، حضرت عمر سبه نمیشناخت، گفت تو اگه میخوندی آیت قرآن میدی که و قلیل من عبادی الشکور، الله میگه که من نعمت ها را بسیار دادیم لکن شکرگزار بسیار کم است. از این خاطر هر قدر رشته انسان بیشتر شود، علم بیشتر شود، فهم بیشتر شود، توانایی بیشتر شود، شکر بیشتر تقاضا میکنند. و شکر وقتی اندام شد، شکر تنها بر زبان نیست که ما بگیم شکر میکنیم، همی که مسلک تو در خدمت یک مریضی که در زیر دست تو هست و احتیاج داره بر از او خوب خدمت میکنی، در حقیقت شکر الله، شکر به دست انجام داده میشه، شکر با چشم میشه، شکر به شکل فیزیکی عملی صورت میگیره. تنها این نیست، او که به زبان میگه او را حمد میگن. از این خاطر میگه فرق از بین حمد و بین شکر، حمد تنها به زبان میشه، اما شکر هم به زبان میشه هم به تمام اعضای بدن میشه، که انسان 24 ساعت چشم خود از خواب دور میکنه به خاطر شکر رضایت الله که بر من این یک قدرتی را داده. این تصرف در و شفا دادن، شما ببینید در بسیاری از شفاخانه و جنوسات شفا خانه، همین اصطلاح را ما از نگاه عقیدتی کسش موافقه نداریم، به خاطر اینکه شفاخانه نیست، چون در اینجا تنها شفا داده نمیشه. دکتر مسلمان در عالم اسباب دوای خود میتن، لکن احیانا این مریض، من از دکتر صاحب ابو دکتر صاحب فروتان است و الحمدلله در عقیده، در جمله دکترها که ما کتششتیم بسیار عقیده خوب دارن، و وقتی که سوالایی که من پیش مسئله کردیم بسیار جواب خوب دادن. یک روز پرسان شدم، گفتم دکتر صاحب شما خود سر شفاخانه نشه کردن، شفاخانه چرا خیلی در داخلش باز مرده خانه هست؟ گفت به خاطر ازی که شفا به دست الله هست. ما در عالم اسباب کار میکنیم، ما عملیات میکنیم، تداوی میکنیم، مریض رعایت میکنیم، لکن ای که شفا میده یا نمیده، اگر شفا داد الله برش میده، اگر نداد به مرده خانه میره. از این خاطر ما این مرده خانه رو لاویش در داخل شفاخانه خود ماندیم. پس شافی الامراض، شفا دهنده اصلا الله هست، او شفا میده، اما ای که ما در عالم اسباب وسیله میشیم به خاطر امی حکم الهی، ای هم یک عبادت است که ما میخواییم که یک فرمان الهی را ما برش را باز بکنیم، بخواییم که مریض خود خدمت بکنیم. در مسئله شفا دادن، طبیب موحد عقیده می داشته باشد که شفا دهنده امراض الله سبحانه و تعالی است. طبیب مؤمن در عالم اسباب برای تداوی و معالجه مریضان سعی و تلاش می ورزد، ولی شفا دهنده الله سبحانه و تعالی است. به همین سبب گاهی این دوا مؤثر می افتد و گاهی هم نمی افتد، گاهی عملیات کامیاب می شود و گاهی هم ناکام می شود، چون شفا به یاد الله است. دیگه در قسمت توحید الوهیت است. توحید الوهیت این دو قسم توحید شامل می شود، یکی توحید در اطاعت از قانون است، ای که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی بد است، تعیین از این الله میکنه. از اله کسی را میگن که او قانون میسازه. ما و شما میگن لا اله نیست هیچ کسی که قانون خوب و بد و حلال و حرام برای ما بسازه الا الله. و دیگه اله کسی را میگن که ما او را عبادت میکنیم، یعنی نیست هیچ کسی مستحق عبادت الا الله بغیر از الله جل جلاله. از این خاطر میگن که و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. در این قسمت توحید که ما و شما لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم، اینجا اول چیست؟ نفی هست. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کسی که کافر شد به طاغوت، طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که میگه من قانون میسازم، او میگه من قانون حلال و حرام میسازم، من قانون جایز و ناجایز میسازم. از این خاطر دکتر صاحبای محترم در بسیاری مسائلی که ارتباط با محرمات است، با چیز حرام است، با چیزهای کثیف و مرداری که هست، با این تداوی کردن در حدود شریعت، اینا گفته که بر اساس ضرورت هاست. ما بسیار کوشش میکنیم که مثلا از الکل و از فلان چیز، بعضی چیزها هست که طب کشورها یا دکترهایی که غیر مسلمان بعضی قوانین را ساختن که و قوانین مربوط میشه به طاغوت، چون اونا میگه ما خود ما صلاحیت داریم این قانون رو میسازیم. اما طبیب مسلمان در قسمت ساختن قانون بسیار آیت شریف است، میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. اما کسی که اگر قانونی رو میسازه در ساختار طبی کشور و او قانونش تکر میکنه با حرام های الله، حرام بی تفاوتی چیز میکنه، فاولئک هم الكافرون. در صورت ساختن و تیه قانون انسان حتی به دایره کفر میره. از این خاطر مسئولیت وظیفوی ما این است که
وقتی که ما توصیه میکنیم یک کسی را که اینی چیزا بخو اینی چیزا نخو، باید در اصل از قرآن و سنت در فکر ما باشه که آیا الله تا چی اندازه اجازه میده. بسیاری دکتر صاحباس الکل برش بیغم برش میگه که برو دو بوتل الکل بخو، و اون یک دکتر غیر مسلمان میکنه. اما آیا دکتر مسلمان میتونه که با واسطه از چیز کنه، با چیزای خبیث و مرداری که هستن که ما در او چوکات باید مریض خود تداوی بکنیم؟ از این خاطر این تعلق میگیره، بسیاری احکام دین احکام طبی تعلق مستقیم با کلمه ما میگیره در ساختار قانون سازی. وقتی که قانون را ما تعیین میکنیم برای کس حلال میگیم این حلال است، این جایز است، این حرام است، این صلاحیت ما نداریم، این صلاحیت الله داره، رب العالمین داره. باید ما مطابق قرآن و سنت در این قسمت ها فیصله بکنیم و تصمیم بگیریم. مسئله دیگه در توحید نام ها و صفات است که انسان مسلمان میفهمه که عالم غیب الله هست. از این خاطر بعضی دکتر صاحبا هستن، بعضی کسا را متاسفانه ما در یک کشور دیدیم که یک کسی بسیار سرگردان بود، چرا دکتر صاحبش تعیین کرده که 4 ماه بعد تو میموری؟ آی تو عالم غیب و شهاده هستی العیاذ بالله، تو مطابق مسلک خود باید حداقل همین حدود عقیدتی در نظر داشته باشی. مریض برش میگه که تو ان شاء الله، یا درست است که تو مثلا بلاد کنسل داری یا تو مثلا به سرطان های خطرناک مبتلا هستی، لکن بسیار وقت است که یک نفر است مسبب اسباب الله هست، یک کسی هست که بدون از اینکه پیش دکتر بره یک دفعه رفته شفا یافته. پس به این خاطر تعیین وقت مرگ یک کسی را دکتر طبیب مسلمان از دیدگاه عقیده اسلامی حق نداره. برش میگه که والا مریض تو هست، انشالله خوب خواهد شدی، امیدوار باش، برش تسلیت میده، مسکن میده، لکن تا این در قسمت اینی این مشکل پیدا میشه، چون صفت عالم الغیب. از این خاطر امی فالبینا و جادوگری چرا کافر هستن؟ مثلا چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که اگر کسی پیش یک فالبین و جادوگر میره و پیش از اون میشینه که تو امی فال ما ببین، توی عمل پرتون میگه 40 روز عبادت از این شفت دلیت میشه، شفت دلیت 40 روز عبادت از این از بین میره. و اگر امی انسان گپای از این تصدیق میکنه میگه کافر شده با آنچه که بالای پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شده. چرا ساحر کافر است و چرا کسی که پیش جادوگر میره کافر میشه؟ علتش اینه که علم غیب ادعا میکنه و این علم ادعا از او را تصدیق میکنه. و بعضی اوقات این دینی مشکل بعضی از دکترای ما که در این مسائل عقیدتی دقیق نمیشن مبتلا میشن که برای مریض خود وقت این میکنه که تو 3 ماه بعد میمیری، تو 4 ماه بعد میمیری، تو 1 سال بعد میمیری، تو فلانی هستی. از این خاطر این قسمت انسان باید بسیار محتاطانه برخورد بکنه. دیگه مسبب الاسباب، اسبابی را که خلق کرده این مسببش الله هست. از این خاطر ما حق نداریم بگیم که ما تداوی نمیکنیم. چرا؟ تداوی مطابق قضا و قدر الهی است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه برای هر مرض الله یک دوایی را پیدا کرده، خلق کرده. پس این وظیفه ما تو است که دوا را کشف بکنیم و برای مریض بدیم. از این خاطر چون دی اسباب است، وقتی که یک کار میکنه میگیم از یک قدر الله انتقال میکنه به دیگر قدر الله. اینجا الله مقدر کرد مریضی را، اینجا مقدر کرده دوا را. از این خاطر نمیشه که ما کسی را بگیم که تو تداوی نمیشی، تو جور نمیشی، تو هلاک میشی، تو هیچ دوایی وجود نداره. نه خیر، این که من نمیفهمم، حداقل برات میگم که برادر من نمیفهمم. مشکل نیست که آدم گفت من نمیفهمم. خب طب خاله بسیار بزرگ شده، یک نفر که دکتر چشم است نمیتونه که چیز. اینجا متاسفانه در افغانستان در بعضی از لوحه‌های تجارتی هست که دکتر طب و دکتر قلب و دکتر داخله و دکتر اطفال و دکتر ارتوپیدی و کلش برای خودش کرده و غیره و غیره هم داخل جزئیات کرده. این درست نیست. از این خاطر انسان مسلمان باید مو اندازه که الله برش صلاحیت داده در چوکات صلاحیت خود کار بکنه، و چیزی که نمیفهمه چون الله مسبب الاسباب است به دکتر دیگه روان بکنه که شاید او دکتر متخصصه که رشته دقیق داره دوای ازو داشته باشه. در قسمت مرگ و زندگی بیاره گفتیم که یا کلش به تصرف الله جل جلاله هست. ما فکر میکنم برای امروز همه قدر کافی هست، از اینکه وقتتان دادین و وقتتان برای الله دادین، برای من دادین. الله جل جلاله لحظاتی که در اینجا ششین، همین لحظاتی که من صحبت کردم و شما شوی ایر، الله جل جلاله در عبادت ما و شما محاسبه بکنه. الله جل جلاله برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که اعمال خیر بکنیم و مسلک خدا او تو پیش ببریم که در رضایت الله جل جلاله باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از شما محترم صدا میکنیم از خواهان که اینا رو میداره حسنات شما رو قلم شما رو و تشکر از شما هم با حسنه کامل و سال بسیار دقیق شمید دیدن ماشاء الله تعالی. یکی را با بکواس ما کلیگی میفهمه که ماینات از این دقیق هست یا مطمئن است. از طرف مردو نمایندگان شما که فضل میگه شما برای ما ماینات هم اینجا روان کنید، ما برای شما به این شکل یا این شکل فیسه ای را یک توفیه یک چیزی میاد. اگر ما از با بگیریم همچطور، اگر نگیریم ما همونطور خودسرانه برای مریض بدون آدرس یک ماینه روان کنیم میره در جایی که
کیفیت از این پایین است و مطابق برخواد مریض سر آمده می کنه میره در اونجا پیسه شان زایی می شه وقت شان زایی می شه دیگر در این بار اگر ما فردن از اون پیسه نگیره می باشه یک روز یک چیز دیگر هم میره کمپیوتر میره اگه میز میره خانی میره یک چیز میره دیگر در این گفتم که همین چطور هستی جواب داره نداره اگر آب بگیم هم چطور اگر من بگیم هم چطور خب این مسائل که هست اصلا در مقابل وظیفه رسمی در مقابل در زمان حضرت عمر رضی الله عنه یک کسی روان کرد که تبور صدقات بگی وقتی که او صدقات گرفت زکات جمع کرد پس که آمد گفت اینی زکات است اینی چند توفر بر من گفت فقط تو در خانه ایت میششتی آیا کس برای تمی چیزا را میداد این حال اونو بسیاری دکتر صاحبا هست متاسفانه همراه دواخانه ها قرارداد دارن بعضی اوقات مثلا بعضی از معاینات التراساوند ضرورت نمی باشد دکتر صاحب روان میکنه به خاطر از اینکه به او شریک است اینی دفعی زده که به همراه او شریک میشه یه حرام است و این که مثلا پیسه ای راست پیش از او در مقابل از اینکه مثلا ما برای تو مریض روان میکنم یه حرام است این اصلا یک ارتباط اخلاقی میشه انسان داشته باشه و در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ببینن در مسائل دینی که است شما ارتباطتان با الله جل جلاله بسیاری وقتا ما از قلب شما نمیفهمیم لکن شما دکتر متخصص هستین خودتان میفهمین که آیا این کار خوب است یا کار خراب است قلبتان مشوره بگیرین قلبتان براتون بگه که مثلا انما الاعمال بالنیات اگر شما یک مریض برای یک شفاخانه روان میکنین باش من درست تو معاینات خوب داریم من برات مریض روان میکنم و برش میگم من ایسی یک مسلمان تو باید کتزو مریضایی که من برات روان میکنم فیس زیاد نساز فیسش کنترل بکنین اما دکتر صاحبای را که اونها حق میتن فکرتان باشه من در فارمسی هم درس میتونم در کسایی که دواخانه میتونم اوها با سوال کردن که ما وقتی که برای یک دکتر سر میگیم که برای ما مریضا رو روان بکن باز ما برای دکتر سر یک مقدار حق میتونیم باز اون حق را که دکتر گرفته او رو سر مریض میپرتیم پس وقتی که مثلا مصرف از او اگر 1.5 روپیه میشه به خاطر که دکتر سر کی میده باز رو 160-170 میسازن و اینی اضافه گرفتن ای از دیگاه اسلامی حرام است ولی اجازه نداره حق نداره استاد یک سوال اجازه ای کلا گیم اینمی مثلا مشروبات الکولی یا در مجموع حرام است یک کسی می خوره ایلی می باشم خانم مایی مجال ندیم باز میرم متقرر الکول می خوره باز می باشم خانم مایی تبیر تداوی می کنیم بیا می کنیم از نظر اسلام ما چی به کدام حالت کرده هست ما وظیفه خود اجرا کردیم گیره تداوی باز رفت می الکول خورد باز آمد باز می خوره باز می خوره خود متقرر یعنی ما یک نجات می دیم یک تشکیل که دیگه شده که برو مرانی مشکل برمه ایجاد نمی کنم باز الکول می خورم ما دیگه از نگاه اسلام چی مسئولیت می رسیم و اون کسایی که خب رشته ها فهمیدم رشته ها تقسیم شده دکتر صاحب محترم رشته ها تقسیم است وظیفه دکتر تداوی هست محاسبه از این انسان شرابخور این وظیفه سارانوالی و محکمه و پلیس است این باید باز اونجا در اون قسمت مجرم در مقابل از اون سارانوال است مجرم در مقابل از اون پلیس است مجرم در مقابل از اون قاضی است که شرایط هم خوانده لکن این شرابخور جزا نمیده وظیفه شما این است که هر مریضی که پیش شما میاد مطابق مسلک شما تداوی میکنین شما وظیفه تان تداوی هست اما مؤاخذه و بندی ساختن و جزا دادن او باز رشته دیگه کسایی هستند که در مقابل از اون مسئولیت خود داره ای که چرا او رو دزگیر نمیکنن چرا او رو مثلا بندی نمیکنن این بر شما تعلق نداره شما مطمئن هستی یک انسان مسلمان به شما هیچ چیزی نمیخوام بدادم اینجا بر ما شما یک مکتوب اومده کسایی که الکل می نوشه اونا باید به طب عدلی معرفی شوند و اینکه ما معرفی نمیکنیم دیگه میگه گناه از ماست در صورتی که اگر ما معرفی بکنیم پلیس را خبر کنیم او که میگره او کار گناه ولی ما مسئولیت خود باید اجرا کنیم که بگویم که یعنی مریض است الکل خورده پلیس بگویم که رو برد طب عدلی و طب عدلی که میره اونجا با مکتوب چی در 6 ماه باید بندی شد شما وقتی که یک مریض پیش شما میه از نگاه مسلکی وظیفه تان است که باید دور تداوی بکنین از نگاه جرمی شما وظیفه تان است که مجرم و جهت مسئول معرفی بکنین ای که باز اونا در قبال چی میکنن شما مسئولیت تان خلاص شد ای باز مسئولیت از اوست که ای اگر او رشوت میخوره و یا او را جزا نمیته کاری از اونا هست لیکن شما اینمی دو وظیفه را دارین اول ای که تداوی باید شود دومی که باید معرفی شود چرا اگر معرفی نکنین با دوز سر جوال گرفتن است
بی تفاوت میشن. بی تفاوت هم باید هم نباشن، یکی باز اونها وظیفه خدا چی اندازه انجام میده، باز ما مکلفیت ما نیست. الله الله یا ربی، الله الله و من قلبی علت و الدار کده من ملها اصل الفجر و لبت مصر و حواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت والدار كده من ملها أصل الفجر ولد مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها، فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من